من در سال 1335 در سمنان متولد شدم یه شهر کوچک مذهبی در اون زمان خوب با وجود نزدیکیش به تهران ولی به هر حال میشه اون جزو شهرهای کوچک و بسته و سنتی ایران در اون زمان به حساب آورد خانواده من یه خانواده از طبقه متوسط یعنی پدرم معلم بود و مادرم در بیمارستان کار میکرد و ما چهار تا برادر بودیم که در حقیقت تو این خانواده مجموعه شیش نفر میشیم من به خاطر اینکه کتاب زیاد میخوندم در دوران نوجوانی و اون موقع ها برحال کتاب خانه کانون پرورش فکری در ایران باز شده بود در سمنان و بعد دائما میرفتم اونجا کتاب میخوندم یا خودم کتاب میخریدم از کتابخونه دیگران استفاده میکردم اون چیزی که بر من زجرآور بود این بود که کشور ما یک کشور عقب مونده توسعه نیافته است و من هر وقت که در حقیقت نگاه میکردم به وضعیت کشور اروپایی یا امریکای شمالی یا ژاپن فکر می چرا کشور ما با وجود یه تمدن درخشان و این گذشته بسیار در واقع با اهمیت و با عظمت به چنین روزی افتاده وقتی تاریخ کشور خودمون میخوندم دوران افول و زوال تاریخ خودمون رو میخوندم حالا چه شکست ما از عرب بعد حمله مغول ها و بعد دوران زوال معاصر یعنی از دوره قاجار به بعد همش فکر میکردم که در حقیقت کشور ما شاید بیش از این که به مهندس و دکتر و اینا احتیاج داشته باشه به کسایی احتیاج داره که بخوان کمک بکنن به عوض شدن جامعه برای همینم من برخلاف همکلاسی های خودم برخلاف هم نزدیکان خودم که همه به رشته های فنی و مرتبط با ریاضی رفته بودن من رفتم به رشته جامعه شناسی با این فکر که جامعه شناسی یه علم رهاییه یعنی جامعه شناسی کمک میکنه که ما وضعیت کشورمون رو عوض کنیم این عکس در واقع دانش آموزان دبیرستان صفاییه که برای درخکاری درخ میرفتن به کبیر دست جمع اینجا عکس گرفتیم این عکس سفر خودمه به سرندج با برادرم این عکس دوران نوجوانی که داداشم هم با همکلاسیش که پاکستانی بود اومده بودن به شهر ما و ما برای بار خارجی میدیدیم و در ارتباط به خارجی داشتیم این مادرم موقع تحویل سال هست داره قرآن میخونه و در خونه مادر سمنان چیزی که بر من در فرانسه بسیار در وهله اول جذاب بود و در حقیقت میشه گفت که چون من درون یه جامعه اومده بودم که انقلاب اسلامی کرده بود و جامعه داشت به سرعت مذهبی میشد این بود که مذهبیش دخالتی در جامعه نداره یعنی کاتولیک ها پروتستان ها یهودی ها مسلمان ها ادیان دیگه بودایی ها غیر کمونیست ها همه هستن و اینا هیچ کدومشون کاری به در واقع حکومت و دخالتی در حکومت نداره چیزشون یعنی مذهب در واقع در سر جای خودش هست در کلیسا مسجد و در کنیسه و هیچ کاری به جامعه و سیاست نداره و اینا همزیستی آرام و مسالمت آمیزه این مذاهب و گروه ها و اعتقادات مختلف بر من خیلی جالب بود چیز دیگه که بر من خیلی خیلی جالب بود برخورد عقاید در دانشگاه ها بود یعنی من وارد یهو فضایی شدم که در اونجا در واقع هیچ نوع حد خط قرمز و سانسور و ممنوعیت و اینا وجود نداشت چون ما سالهای قبل از 57 زندگی کرده بودیم که شما نمیتونستید از مارکس مثلا حرف بزنید از لنین نمیتونستید حرف بزنید شریعتی کتاب‌هایش به طور زیرزمینی پخش میشد یا احسان تبری کتاباش پخش میشد برای هیچ کدوم از ما تو دانشگاه همه اینا رو ما خونده بودیم برای هیچ کدوم در دانشگاه ها در موردش بحث نمیشد و اتفاقا یکی از دلایلی هم که ما دچار این انحراف شدیم و مشکل داشتیم با درک جامعه این بود که این بحث نمیشد در جایی که جای اصلیش دانشگاه بود من میدم که اینجا در واقع شما میتونید برید سر کلاس معروفترین استادها اونجا بحث افراد سوال میکنن استادها جواب میدن و این فضای دانشگاهی بر من خیلی خیلی جالب بود و یه مسئله دیگه هم که واقعا بر من خیلی جذاب بود کلا این بود که جامعه به افراد پروبال زیادی میده امکان زیادی برای پیشرفت میده و انگار که آدم ها در واقع شانس های خیلی زیادی دارن برای اینکه بتونن کارهای مختلف بکنن چیزی که فکر می‌کنم در جامعه ما واقعا نیست ولی با وجود این من فکر می‌کنم که برمیگردم ایران و برای همینم هم مثلا موضوع کارم هم طوری انتخاب کردم که برای در واقع تزم دوره دکترام که وقتی برمیگردم مثلا مفید باشه من تصمیم می‌گیرم روی مهاجرت ها و دانشجویان ایرانی کار بکنم برای اینکه فکر میکردم که بالاخره این یه موضوعیه که وقتی برگردم میتونه برای جامعه خودم موثر باشه مفید باشه و یادم از که اون موقع استادم به من گفتش که تو اگه میخوای فرانسه ببونی و فرانسه کار بکنی باید بری سراغ موضوعاتی که با اون بتونی اینجا نون بخوری یعنی باید بری موضوعاتی که برای جامعه مهمه و جامعه حاضره که تو رو به خاطر این کاری که کردی بیاد مثلا بهت یه شغل بده ولی وقتی تو به کاری کنی که برای جامعه زیاد جالب نباشه یا اهمیتی برای جامعه نداشته باشه یا جزء دقدقه های جامعه نباشه خب نمیتونی انتظار کار داشته باشی منم خیلی راحت بهش گفتم که من استاد برای اینجا درس نمیخونم من برای ایران درس میخونم و اتفاقا بعد از اینکه من تزمو گرفتم مجبور شدم 4 پنج سال برم اصلا توی حوزه دیگه کار کنم یه تخصصی کسب کنم که به اون تخصص بعدن دانشیار بشم یعنی در حقیقت این داستان بازگشت و ایران با اومدن به خارج از کشور حل نشد و سالها تو زندگی موند حالا فکر میکنم سی و دو سه سال از اون زمان اگه ریاضیم خوب باشه گذشته با اینکه گاهی آدم حس میکنه که با ریاضیش زیاد خوب نباشه ولی میدونید وقتی که میایید به مهاجرت و به خارج از کشور تا حدودی غریبه میشین هم اینجا غریبه این هم در کشور خودتون غریبه اید برای اینکه وقتی حتی من خیلی از مهاجرین شیلیایی آرژانتینی که با من دوست بودن یا کشورهای شمال افریقا مثل مراکش، تونس و ارجزی رو میدیدم که بعد از سالها برگشتن به کشور خودشون و وقتی اومدن دوباره فرانسه به من گفتن که ولی ما همون کشور خودمون رو دیگه پیدا نکردیم من یه همکار شیلیایی داشتم که به من میگفت می گفت من فقط یک ماه تونستم تحمل بیارم در سانتیاگو وقتی برگشتم به شیلی برای اینکه من شیلی که را شیلی را که ترک کرده بودم در زمان آلینده دیگه پیدا نمیکنم مردم الان دیگه مردم سابق نیستن اونها هم منو درک نمیکنن برای اینکه اونها هم فکر میکنم که من رفتم اروپا زندگی کردم و از اروپا اومدم این غریبگی همیشگی به همین برمیگرده یعنی اینکه ما این زیست دوگانه یعنی زیستی که در حقیقت ما در یک کشور هستیم ولی حسمون یه جای دیگه هست گاهی یا بخشش و کشورم در حقیقت یک دسته گل بنفشه نیست که آدم بذاره تو همونجوری که شفیه کتکنه میگه میگه ای کاش وطن یک دسته گل بنفشه بود که میشد با خودش برد در حقیقت شما یه جایی که از شما دوره و هیچ ارتباطی ظاهرا باش ندارین از نظر فیزیکی جغرافیایی ولی دائما اونجا زندگی میکنید هر روز صبح بلند میشید اول خبره اونجا رو میخونید قبل از اینکه خبر فرانسه رو ببینید ولی خب اینجا هم زندگی میکنید دیگه این دو زیستن در حقیقت در تصورات در تخیلات و در روانشناسی یا آدم مهاجر یه چیزیه که در تمام زندگی با آدم میمونه چون ما برای همیشه غریبه شدیم و در واقع قابل تغییرم نیست برای اینکه این تجربه در واقع سنگینی میکنه رو زندگی کنونی ما رو تجربه های ما و رو نگاه ما به دنیا من وقتی که اومدم اینجا خب فکر میکردم یکی از راه هایی که رابطه من با ایران قطع نشه با توجه به اینکه اون موقع خب با این گستردگی امروز ارتباط ما با جامعهمون برقرار نبود ما بیشتر سعی میکردیم از طریق خوندن مجلات و روزنامه ها مثلا من روزنامه اطلاعات رو پدرم من توی پاکت میذاشت حتی آبونم نبودم اون میذاشت تو پاکت هر هفته پست میکرد این پاکت رو به پاریس و وقتی میومد خودش میشه میبرید بر اساس موضوع اینا را که در جعبه ها و در جاهای مختلف میذاشتیم برای اینکه به هر چی که میخواستیم به کشاورزی به نمیدونم آموزش دانشگاهی نمیدونم تربیت معلم یا هر موضوع بزهکاری یا هر موضوع دیگه ای، یه جعبه بود که توش پر روزنامه بریده بود و شما میتونستید بهش مراجعه بکنید و در حقیقت یه نوعی میشه گفتش که انگار دارید تو ایران زندگی میکنید برای اینکه هر روز میفهمیدید که چی شده چه اتفاقاتی افتاده چه تصمیماتی گرفته شده چه مشکلاتی وجود داره اینا و این آرشیوها در حقیقت یه نوعی مثل زندگی کردن واقعی کشور بود و پدر من که حتی می اومد حالا که دیگه نیست ولی اون موقعی که می اومد کار دیگه هم نداشت دیگه از این قیچی رو دستش بود و این روزنامه ها رو پاره میکرد میشه به صفحه های مربوطه تاریخ روزنامه رو میزد که شما بدونید مثلا این حرف حرفو وزیر مثلا آموزش بر و پرورش یا وزیر خارجه در فلان روز زده اینه که این در حقیقت موندن در فضای ایران و تلاش برای عدم قطع رابطه و اینی که شما ادامه بدین زندگی ایرانیتون ها یکیش همین نگهداشتن یه آرشیو دائمی راجع به مسائل روز ایران فکر کردم که هر جایی که میرم یه شهر یا یه کشور مثل یک رمان شما باید بخونیدش نمیتونید یه کتاب ها نمیتونید فقط با نگاه کردن بهش بدونید تو چی میگذره بر همین خوندن تاریخ یک شهر اینی که این شهر چجوری به وجود اومده جای اصلیش کجا هستن مردم چجوری اونجا زندگی میکنن تاریخش چیه چرا این کلیسا وجود داره چرا اون خیابون اسمش اینه چرا فلان شاعر مثلا این شعر رو در مورد این محله گفته یا چرا فلان خواننده این شعر رو در مورد این محله خونده خب اینا همه اینا رو وقتی ندونین شما در واقع توی شهر زندگی میکنید ولی رابطتون خیلی رابطه سطحی و رابطه خیلی مم... کم دامنه است برای اینکه بر همه من اولین دوره‌ای که گذروندم در فرانسه قبل از هر کاری کنم تاریخ و تمدن فرانسه بودید در واقع مدرک گرفتم که مم... اون به من امکان داد که من خیلی چیزها در مورد ف... پاریس زندگی پاریسی، تاریخ پاریس، به وجود آمدن پاریس، بناهای تاریخی، شخصیت‌ها و فرانسه بدونم. خب این یه نوعی یه نوع ورود به جامعه بود که خیلی فرق می‌کرد با یه کسی که فقط میاد و چمدونش اونجاست که اگه یه روزی برگرده. من از این نظر میشه گفتش که خیلی رابطه نزدیکی با جامعه فرانسه داشتم من قبل از اینکه بیان خب رمانای زیادی در مورد فرانسه از نویسندگان فرانسه خونده بودم یا تاریخ فرانسه خونده بودم انقلاب فرانسه اتفاقات قرن 19 اتفاقات قرن 20 هم. حتی اسم کافا رو میدونستم مثلا میدونستم کوپل کجاست س... کافه سلکت کجاست همه اینا رو میدونستم کجاست در تو رومانای ایرانی خونده یعنی رو، که به فارسی ترجمه شده بود مثل جان شیفته مثل جان کریستوف مثل بر نسران بشینیم یعنی همون چیزایی که ما خونده بودیم در فرانسه رو خوب اومدم یه همونا رو میدیدم درجه در واقع یه نزدیکی خاصی به جامعه فرانسه داشتم و همینم هم باعث شد که خب خیلی راحت مثلا برم تو زندگی فرانسوی با فرانسوی ارتباط داشته باشم ولی کماکان من فکر که بر میگردم به ایران و زمانی در حقیقت این مسئله به تدریج به یه صورت دیگه مطرح شد که من میباید اینجا زندگی می‌کردم و زندگی ما تأمین میکردم یعنی یه درآمدی داشتم و این درآمدم من نمیخواستم تسلیم بشم من دوستانی داشتم که استعداد خیلی زیادی داشتم بچه های خیلی درخشانی بودن ولی فکر میکنن هیچ بختی برای ورود به جامعه آکادمیک ندارن در انتخاب های دیگه کردن رفتن مثلا شرکت درست کردن یا رفتن یه کارهای تجاری یا کار دیگه ای که اصلا براشون جذاب نبود ولی برای زندگی واسه این کار رو میکردن من نخواستم این کارو بکنم و اینم برای من خیلی گرون در اول تموم شد یعنی می با درآمد بسیار ناچیز در یه دوره ای از کارهای خیلی کوچولو در دانشگاه با یه درآمد بسیار ناچیزی که حتی من گاهی پول اجاره ما نداشتم و یادم است که بچه‌م گاهی تو خوابم مثلا به من میگفتش که بابا بریم مکدونالد من براش ف... بحث میکردم که چرا مکدونالد برای سلامتی بده نارید. که بریم که نریم که یعنی مشکل من اصلا مکدونالد بود مشکل من پول بود ولی من این دوره رو طی کردم و تونستم در حقیقت وارد زندگی دانشگاهی بشم اول با در واقع قراردادهای موقتی و بعد بالاخره با پست دائمی و در حقیقت بدون که متوجه بشم تا حدودی میشه گفت تو این دویدن به طرف یک موقعیت بهتر آکادمیک متوجه نشدم چقدر زمان گذشت از کجا به کجا رسیدم ولی خودم ما یهو وسط جامعه فرانسه دیدم و دیگه در واقع به عنوان فرانسوی همزمان یعنی من در حقیقت ملیت خودم رو دقیقا 15 سال 16 سال بعد از اومدنم گرفتم در حالی که خیلی از دوستای من که تو کارهای مثلا تجاری بودن یا کار دیگه بودن پنج سال هفت سال بعد از اومدنشون تونستم ملیت بگیرم ولی من در واقع هم تو اون اینقدر گرم اون دویدن برای اینکه برسم به اون چیزی که مطلوب من بود بودم و همزمان فکر می‌کردم ملیت تنها چیزیه که من برای عزیزترین چیزی که من نگر داشتم هنوز از ایران برای خودم توی صندوقچه ای و اونا نمیخوام هیچ جوری حراجش بکنم بفروشمش ولی دیگه یه روزی اینم در واقع از صندوقچه آوردیم و اون را هم از دست دادیم البته من خب خودم رو ایرونی میدونم ولی روزی که خیلی احساس خیلی سنگینی بود روزی که من رفتم پاسپورتم رو بگیرم حس میگرم یه تیکه از من در واقع کم شده و همه خیلی خوشحال بودن ولی من یادم هست که وقتی از اون اداره مثلا اون شهربانی محل منطقه که گرفتم اومدم بیرون تا مدت پیاده را میرفتم مثل آدمی که انگار یه تیکش کم شده و یه چیزی رو دیگه نداره و اون ایرانی بودنش کمتر ایرانی هست از گذشته در نتیجه میشه گفتش که ورود من به جامعه فرانسه یه ورودی بود که شاید درست مثل آدمی که داره تو مه میدوه و نمیدونه داره کجا میره ولی یه لحظه ای که مه میره بالایی و میبینه که یه جای دیگه ای هست و در واقع اونجا دیگه من حس میکردم دیگه پشت سرم خراب شده پل ها و من اینجا هستم و باید برای اینجا زندگی کنم من فکر کنم که این مسئله فقط برای ایران نیست یعنی این تحولی که در دنیا اتفاق افتاده من فکر میکنم که اگر بود جامعه شناسی به جامعه خودمون و بقیه کشور را نگاه کنیم همه فکر میکنن که تحول اساسی تکنولوژیکه یعنی ما امروز دنیایی داریم که درش هوش مصنوعی یا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات یا چیزهای دیگه که به وجود اومده اینا اون جهش بزرگی هستن که جامعه را زیر رو, رو کردن من فکر میکنم که این جهش بزرگ در انسان اتفاق افتاده یعنی این چیزی که عوض شده فرد فرد امروز با فرد چهل سال پیش فرق میکنه من در حقیقت در یه دنیایی بودم اون چیزی که هگل بهش میگه روح زمانه روح زمانه من در حقیقت روح زمانه ای بود که من باید مشارکت می کردم جامعه را عوض می کردم خودخواه نبودم و می باید در واقع بیشتر به فکر جامعه بودم تا به فکر خودم و برای خوشبختی جامعه برای خوشبختی دیگران نسل من اینجوری نگاه می کرد برای همینم هم نوع نگاش نوع تعهدش نسبت به جامعه خیلی فرق می کرد نسل امروز در حقیقت با این فردیت جدید بزرگ میشه فردیتی که رسانه های جدید اجتماعی حتی کالای مصرفی اون تشدید میکنن خونه ما یه تلفن داشت مادر من وقتی زنگ میداد بر میداشت جواب میداد به تنهایی برای اینکه مثلا ما چهار تا پسر بودیم وقتی یه دختر زنگ نزنه به این خونه و یعنی الان شما فکر کنید یه بچه ده ساله هم استقرار خودش در مقابل پدر مادرش داره برای ارتباطات خودش یعنی این تحولی که اتفاق افتاده در دنیا این جوان سی سالی که شما امروز صحبت میکنید با وقتی با منی که در اون زمان بودم خیلی خیلی متفاوته نوع نگاهی که ما به علم داشتیم به یاد گرفتن داشتیم اون به صلاحات عتشی که داشتیم برای اینکه خیلی چیزها رو بدونیم که برای اینکه فکر میکردیم که این خیلی چیزها رو دونستن در جهت تغییر جامعه در جهت تسلط به تئوریایی که به ما کمک میکنه که جامعه رو عوض بکنیم ما اینجوری میرفتیم دانشگاه اینجوری می‌فتیم سر کلاس من یادم از در زمان ما وقتی مثلا من دور فوق لیسانس بودم با چند تا دوست دوستای دیگه ما میرفتیم دانشگاه اقتصاد کلاسه اقتصاد دانشگاه فلسفه کلاس فلسفه میرفتیم دانشگاه الهیات برای اینکه کلاس آریانپور و متحری و اینا رو میرفتیم یعنی اصلا برای اون مربوط نبود که این کلاس نمره داره نمره نداره چند میشه نمرمون من امروز ببینم وقتی که مثلا با یه دانشجو سر و کار دارم چه ایرانی چه فرانسوی مهمترین در اینه که نمرش شنده همه کار میکنه که 19 بشه مثلا 18 بشه خود اون مطلب براش هیچ چیزی نداره یعنی اون در واقع لذت یاد گرفتن جاشو داده به یه نوعی رضایت از نمره این یه مثال فقط شما میتونید این را در تمام زندگی هم ببرید به عرصه های مختلف زندگی در عجم در واقع یه چیز در دنیا عوض شده که جوان ایرونی هم تحت تاثیر همون اونی که امروزه با من خیلی فرق میکنه برای اینکه ما دو, دو تا دنیا دو تا, روح زمانه مختلف داریم زندگی میکنیم و من خیلی موقع از درک خوب جوان های امروز آجزم یعنی خیلی موقع منطقی اصلا زندگیشون رو خیلی موقع متوجه نمیشم میفهمم از این موقع ولی من نمیتونستم یا نمیتونم اینجوری زندگی بکنم برای همینم هم من فکر میکنم که یه گاهی من تو کلسای درس هم میگم حتی میرم به کنفرانس به کشور مختلف به جوونا مثلا تو برزیل تو تونس یا تو ژاپن مثلا اینجا بهشون میگم میگم خیلی جالبه که من میرم به کشور مختلف به ز... نگاه میکنم به پای بچه ها میبینم همه شبیه همدیگه از کفشاشون جوراباشون مدهایی که دارن از اه... کشورها خیلی فرق میکنن سطح توسعهشون خیلی فرق میکنه ولی برای... اه... نوع ابزاری که استفاده میکنن لباسایی که استفاده میکنن خیلی با هم شبیه رفتاراشون هم با هم دیگه خیلی شبیه داره و م... بر همین میگم جوان سی ساله امروز ایرانی برای من خیلی موقع میذارم کنار یه جوان سی ساله فرانسه میبینم خیلی شباهت های خیلی زیاد میبینم ضمن اینکه بر حال اونجا فشارها و یه مشکلات و محدودیت‌ها هست است که اونا یه پوسته هایی دارن که باید برداشته بشه بر همین وقتی 6 ماه اینجا میان یه سال اصلا شما دیگه نمیشناسید اونا رو که این مثلا همون دختر روسری به سر تهران بوده که اومده اینجا یهو الان داره زندگی میکنه که به در واقع ته ذهنش اون جوانه است که من میگم جوان امروزه جوانی که فردیت خیلی قوی داره خودخواهی نمیگم میگم فردیت برای اینکه این پیش از اینکه اگویسم باشه اندیویدوالیسم پیش از اینکه خودخواهی باشه یه نوع در واقع فردیت جدیده که خیلی فرق میکنه با فردیتی که زمان من وجود داشته باشه وجود داره اگه بخوام به سال مربوط به در حقیقت تحول نظام آموزشی این دوران چهل ساله ای اسلامی کردم برگردم خب اول از شاید در این مقایسه شاید اشاره به این نکته برحال خالی از لطف نباشه که یا خارج از خالی از معنا نباشه که من انقلاب فرهنگی رو از درون به عنوان دانشجو زندگی کردم و اسلامی کردن مدارس در ایران رو به عنوان معلم در مدارس من معلم دبیرستان البرز بودم و چند سال و در حقیقت در اون اولین اصلاحات اسلامی کردن کاملا نزدیک شاهد بودم و بعد به عنوان محقق تلاش کردم که با فاصله گیری انتقادی نگاه بکنم ببینم فلسفه این نظام چیه این نظامی که میخواد در واقع اسلامی باشه معناش اصلا چیه و چه نتایجی برای جامعه ایران به بار میاره چه نسلی را تربیت میکنه برای همین هم پرسش اساسی که من فکر میکنم برای هر نظام آموزشی میشه مطرح کرد برای نظام آموزشی ایران هم مطرح کرد اینه یعنی که این نظام آموزشی چه انسانی رو میخواد تربیت بکنه این انسانی که این نظام آموزشی انسان ایدئالیشه انسان آرمانیشه و انسان متعاریشه و اون داره تلاش میکنه که جوانای ما به این در واقع انسان تبدیل بشن این کیه وقتی به, به نظام آموزشی ایران نگاه میکنم و اونا مقایسه میکنم با کشورهای دیگه میبینم که این،, این انسان انسانیه که پرسشگر نیست انسانیه که نقد یاد نمیگیره انسانیه که با تفکر انتقادی خونه میگیره انسانیه که در حقیقت با افکار دموکراتیک با با دیالوگ در مدارس تربیت نمیشه انسانیه که فکر کردن و اندیشیدن آزادانه رو یاد نمیگیره و انسانیه که ناچاره که در واقع اطاعت بکنه تعهد داشته باشه نسبت به ایدئولوژی و این نظام آموزشی که تصمیم گرفته که این انسان چه کسی باشه دقیقاً یعنی چه جوری فکر کنه چه جوری دیندار باشه چه معنویتی داشته باشه برای همین یک نوع معنویت دولتی از بالا به بچه ها تحمیل میشه و یه نوع دینداری خاص و یه نوع نگاه به دنیا و یه نوع ایدئولوژی بودن در این دنیا